بسم الله الرحمن الرحیم با سلام احترام آرزو دارم جور و صدمن باشین شاگردای عزیز و گران قدر بینندای خوب و نازنین ببخشین که شاگرد میگم در مدرس های مکتب عادت ما شده انسان های گران قدر انسان های گران عرش بس در مورد کتاب The Power of Abed برنامه دواز دوام. تاریخ 24 سنبوله 14 سدکی شمسی است کتاب بسیار خوب و مفید و استوار بر روش های علمی دیگه انشالله که به گوش کل و ما برسه و بتانه عادت های بد خود تغییر بدن در درس 11 فهمیدیم که یک تیم شکست خورده را چطور با تغییر عادت به یک تیم پیروز تبدیل کردند به ادامش میپردازیم برای اینکه متوجه شیم که چطور تمرکز یک،, یک سرمربی بر تغییر دادن عادت ها توانست یک تیم را از نو بسازد باید به خارج از دنیای ورزش توجه کنیم خیلی خارج از آن در یک زیر زمین تاریک در قسمت جنوب شرق شرقی شهر نیویورک در 1934 جایی که یکی از بزرگترین و موفقترین تلاش ها برای تغییر عادتی در مقایسه بسیار وسیع زادش یک موضوع دیگر را مالی مشابهی بررسی میکنند خب یک الکولی سی و نو ساله به نام بیل ویلسون در داخل زیرزمینی نشسته بود سالها پیش ویلسون اولین مشروب الکلی خود را در کمپ آموزشی افسران در شهر نیو در ایالت ماساچوست امریکا نوشیده بود اما جایی که پیش از اعزام به فرانسه و جنگ جهانی اول او شیوه کار کردن با تفنگ را آموخت خانواده های سرشناسی که در نزدیکی مقر در مقر زندگی میکردن معمولا افسران را به شام دعوت میکردند و در یک شنبه شب ویلسون وارد مهمانی شد که با او پنیر کبابی و آب بیریانیر برش داده شد او 22 ساله بود و هرگز تا آن زمان الکل مصرف نکرده بود گویا تنها کار محترمانه کمی تانست انجام داد این بود که گلاس را که او تعرف کرده بودن بنوشد بگو برش ایچ وقت الکول نشد گلاس دادن در دا میمانی ایام نوشید به خاطر که جان مقابل خفه نشه از جوال یاد بگیرید کار غلط از شما کس توقع کرد بگوین نه منتظر شدن کس نشه قصدن اونا نمیخواستن خب عادت است میمان کرده بود برش بیر داد ولی ایک نوشید آدگانه با کلکولی تبدیل شده بود شما یادتان باش چرس پیش میکنه بگو نه وطن ما چرس زیاد پیش میکنه بگو خفه میشه بانکشه. چند هفته بعد ویلسون به یک نمایشگاه مجلل دیگر دعوت شد مردان لباس رسمی پوشیده بودن و خانما با ایشان بودن یک ساقی آمد و باز یک گلاس به دست ویلسون داد او جرعه از آن چشید و بعدها گفت که قسمی احساس کردم که او بر ما آب حیات داده باشه یعنی دیگه دفعادتشون ویلسون در عواسط دهه 19 سی از اروپا بازگشته بود ازدواجش در شرف از هم پاشیده شدن بود این دیگه زندگی زن شیش خراب شده بود و مقادیر زیادی سرمایه را با فروختن سهامهایش از بین برده بود پیسای هم از دست و روز سه بوتل نوشیدنی الکلی مصرف میکرد از یک گلاس و سه بوتل رسید از یک دو سگرد به سه قوطی میرسی از یک دو چرس چرسی جور میشی عزیز دل بیادر کار غلط با یک قدم کار خوبم با اون قدم اول شروع میشه کار خرابم نکو یک بارم نکو در یک بعد از ظهر سرد زمستانی در ماه نومبر وقتی که او در تاریکی نشسته بود یکی از رفقای بادنوش قدیمیش با او تماس گرفت ویلسون او را دعوت کرد که نزد او بیاید و مخلوط آب آناناس و نوشیدنی الکلی آماده کرده بخورکتش الکل که تنها مکس کرده بود جوس آناناس او برای دوستش یک گلاس از آن ریخت دوستش آن را پس زد او گفت که دو ماه است پاک است و دیگر الکل مصرف نمیکنه. کنه یعنی تو یک جرات در تغییر کار است گفت بگیر وقت بس گفت مگه پاک شد دیگه نمیکنم. کنم فیلسون چه گفت زده شده بود او شروع کرد به توزی دادن کشمکش های خودش با الکل با او قصه کرد رفیق تو چطوری لاددی در بدرستم خانمم است پیسایم رفته هست. جگرم و حالم بده که شامل دوایی که در حال مستی در کلپ شهر وارد شده بود در نایت کلاب جنگ کرده بود و نهایتاً باعث از دست رفتنش وظیفه شده بود وظیفه را به خاطر از دست داد او گفت قبلا تلاش کرده است کلکول را ترک کنم و موفق نشده او به مراکز سم زدایی سم زهر رفته و قرص تابلت ترک اعتیاد را نیز مصرف کرده هیچ یک از آنها فایده نکرده برش تو چی کردی خب دوستش گفت من دیندار شدم دیندار شدم حتما ایمان آورده بود او برایش از جهنم وسوسه شیطان و گناه صحبت کرد بپذیرت که مغلوب وسوسه شده اعتراف کن و بخواه که زندگیت را تسلیم عمر خدا بگردنی گفت چه تو ایلو کدی مخ فایده نکرد گفت دینداری برم فایده کرد قدرت دین ما تو شکر این دین هم داری از استفاده کو از امر گفت ما دیندار شدیم این تو شیطان وسوسه میکنه آدم میبره به جهنم اگه عمر خدا رو بگیری مشکل حل میشه اینی کارو ویلسون با خودش اندیشید که حتما او دیوانه شده فکر که دوستم دیوانه شده او بدها نوشت که تابستان گذشته یک خلوچل الکلی بود حالا هم به گمانم یک خلوچل دیندار شده بر دوستش گفت که تا تابستان پارسال یک دیوانی نشهی بود الان هم ای دیوانی دیندار شده وقتی که دوستش رفت ویلسون نوشیدنی الکلی را تمام کرد و وقت تخت خواب خود رفت یک ماه بعد در دسامبر 1934 ویلسون به بیمارستان تخصصی چارلز بی برای ترک اعتیاد به الکل و مواد مخدر که یکی از مراکز سمزدایی معروف شهر منهتن بود مراجعه کرد و خودش را در آنجا بستری کرد یک ماه بعد رفت بستر کرد دکتر شروع به تزریق یک داروی توهمزا به نام بلادونا به صورت ساعتی با او کرد توهم خیالات باطل میگه حالو سنشان که با او کرد و پس از آن درمان های رایج ایتیاد به الکل را آغاز کرد ویلسون روی تختش در یک اتاق کوچک مرتبا از هوش می رفت و با اوش می اثر دوا و ترک الکل این حالش خراب بود سپس در یکی از این دفعات که ویلسون آن را در میلون ها جلسه در کافی کافتریاها، ها سالن ها اجتماع و زیرزمینی کلیسا تعریف کرده است و شروع به تقلا کردن از درد به حالت جان دادن کرد او روز روزها بود که به دلیل داروی تزریقی توهم داشت درهای ترک اتیاد باعث می شدند که گمان کند که اشرات روی پوست شرکت می کند تکتیل آلی برش می گند در فکر میکنه کند زیر جلدش کرمارکت دارد آلش خراب بود دیگه ترک اتیاد این روزت روشای خوبتر با وجود آمده خو روزا اینه می رقم می تانستند مقصد آدم زیاد درد می کشت. آلش به با قدری بد بود که به سختی می حرکت کنه اما دردش آنچنان شدید بود که یک جا بماند و پیچ تاب نخورد یعنی پیشتاب می خود ما رو میتپید واری خاطر که اعتیاد ترک کرده بود ویلسون در اتاق خالیش فریاد زد اگر خدایی است باید خودش را نمایان کند من آماده است هر کاری که لازم باشد را انجام دهم ده باورش نبود دیندار نبود گفت خدا اگه هستی خیر بگرد. هر کاری او بدها نوشت که در آن لحظه نور سفید و اتاقش را پر کرد دردش آرام گرفت او احساس کرد که گویی بر فراز قله ایستاده است و نسیمی نه از وز شوا بلکه از روح در حال وزیدن بود و وقتی بر من وزیدن گرفت من دیگر مردی آزاد بودم این لذت رفته رفته فرو نشست من روی تخت دراز کشیدم اما حالا دیگر در یک جهان متفاوت بودم جهان جدیدی از اوشیاری یک مرحله دیگر است از خدا همیشه کمک بخوای این تو یک بدین کمک میکنه. ما که مثلا ما نستیم خود میکنه میکن. از خدا کمک بخوای قلب پاک کنیم اول از خدا کمک بخوای خدا خدا بیل ویلسون دیگر هرگز الکل مصرف نکرد بعد از امروز برای 36 سال بعدی عمرش تا زمانی که در 1971 از بیماری آنفیزم جان سپرد خودش را وقف تاسیس ساختن و گسترش نهاد الکلی های گمنام کرد حالا یک گروپ از بنام الکلی های گمنام یک روش ترکیتی است تا این که تبدیل به بزرگترین شناخته شده ترین و موفقترین سازمان تغییر عادت در کل جهان شد آدم های خوبی نیگه پام سیک به بیاد می داشته باشن که یک تغییر آمد حالی می خدمت کنه به بشریت هلکول مصرف نکرد سی و شش سال دیگه فقط خدمت کرد یک روشی رو جور کرد که هلکول مردم بتانه ترک کنه پیام دیگر یاد گرفتیم پیام اول ایمان قوی داشته باشیم پیام دوم وقتی یک کسی رو می بینیم تغییر کرده ما هم می تانیم نکنیم ازش استفاده کنیم از روشش پیام سوم از خدا کمک بخوایم. پیام چهارم وقتی خود ما یک فایده کردیم زکات که کو کار زیادتر کنیم. تخمین زده میشد که سالانه حدود یک میلیون نفر از خدمات نهاد الکلی های گمنام بهره میبرند. از کار آدم امروزه سالانه دو میلیون نفر استفاده میکنه و بیش از ده میلیون معتاد بالکل به با وسیله این گروه ها توانستن کان را ترک کنه تا ده میلیون انسان نجات داده روش الکلی های گمنام برای هر کسی کار نمی کنند مشخص کردن آمار موفقیت خیلی سخت است زیر شرکت کنندانان ناشناس هستند. اما میلیون ها نفر رای را خودشان را از ایتیاد را مرهون این سازمان میدانند. خودشان میلیون ها نفر می ما به میروشتان طریقت بنیادین الکلی های گمنام همان دوازده قدم معروف است باز ایره بر تا تشریح میکنم دوازده قدم ترکیت یاده کدام وقتی به سنگ فرهنگی که در بارنامه های درمانی پرخوری امروز در درمان پرخوری استفاده میشه در قمار می استفاده میشه در قرض در ایتیاد به سکس در وابستگی عاطفی و ده ها رفتار مخرب دیگه امروز از این روش استفاده میشه از, می روش از ای. این میروش دو تا مرحله تکنیک این گروه در بسیاری از موارد یکی از قوی ترین فرمول ها برای تغییر ارائه میده خلاصه این می هم خود اصلاح کرد هم بر دیگر کمک کرد از استفاده کرد هنای تو اون که مثلا یاد گرفتی از این ای کتاب این کتاب به دیگه معرفی کن بگی تو هم یک سرمایه گذاری کن تنها کلش به من نمون تو چی کرده میتونی؟ مثلا نمی چینل ما رو بوست بزن بر زیاده مردم برسه. مثلا روزانه پیش تهود که پنج نفر زنگ میزنم چینل معرفی میکن دانلود میکنم در دا فلش بر کل دوستای میتون که بگوش کنم یک کاری باید بکنی. که تقریبا تمام آن تغییرات بنیادین کاملا غیر منتظر هستند زیرا الکلی گمنام تقریبا هیچ زمینی از تحقیقات در علم پذیرفته شده تیبی ندارند البته ایتیاد به بیشتر از یک عادت تنهاست این یک دیداد جسمی با ریشهای روانشناختی است ما دو نوع دپندنسی داریم فیزیکل و بیهیویرال رفتاری و جسمی و حتی شاید ژنتیکی است اما چیزی که در مورد الکلی های جالب توجه است این است که برنامه آنها بسیاری از مسائل روانی یا بیوشیمیایی که محققان میگن معمولا در ریشه علت نشدن الکل در متادان است و مستقیما مورد عمل قرار نمیدن در قدر و الکلی گمنام در ظاهر تمام یافتای می و طبی و بلال و بسیار از انواع مداواهای های سایکاترستا سایکترست ها که الکلی ها واقعا نیاز دارد را به طور کلی دور میزنند متوجه شدید خواب ای که باز یک توضیح یک داده که فرق اعتیاد و عادت در چی است دیگه از این موضوعش میگذاریم ولی فهمیدیم که یک نفر تانست اونو یک اعتیادی را که چند سال درگیرش بود ترکش کنه توی که یک ماه میشه از اعتیاد دو ماه یک سال دو سال پنج سال ده سال یا هر چی که است همینجا توقفش بتیم دیگه پیش نه رو خب تو بیان خیر همین مردم بخونیم دیر نشیم کار نگیرم ما خودم کتاب میخونیم اینجا میخونیم اندازگیری مرز بین عادت ها و ایتیاد بسیار دشوار است برای نمونه جامعه داروهای ترکیدی دیاد امریکا ایتیاد را این گونه تعریف می کند ایتیاد یک بیماری امده و مزمن در پاداش های مغز، انگیزه ها، آفزه و بخش های مرتبط آن است یک بیماری مزمن است طولانی سیانی. تشخیص ایتیاد توسی اختلال در کنترل رفتار تمنا عدم توانایی برای پرهیز دائمی و روابط کم با دیگران صورت میگیره چی وقتی اعتیاد تعریف شمی میمونیم که شخص رفتار خود کنترل نتونه پیش روی خود گرفته نتونه اما میل مصرف و مواد پیش بیه خود پرهیز کرده نتونه به طور دائمی روابطش با دیگران مشکل پیدا کنه برخی از پژوهشگران معتقدن که بر بطرق... طبق این تعریفین این بسیار دشوار خواهد بود که مشخص کنیم چرا صرف هفته 50 دلار برای کوکائین بد است اما ازینی 50 دلار برای قهوه ایرادی ندارد فردی که هر روز بعد از ظهر محتاج قهوه و شیر است نیز امکان دارد از نظر مشاهدهگری به این باور است که صرف 5 دلار برای قهوه مستاق احتلال در کنترل رفتار است مستاق بالینی یک متاد به قهوه باشد بنا سوالی است خیرم قهوه خورا را میگه دیگه شامل احتیاط شامل میشه و طور عمومی بسیار از پژوهشگران قائلند کلی رغم پیچیدگی بسیار زیاد ایتیاد و این که هنوز هم به سختی شناخته شده از بسیار از رفتارهای ما اغلب با ایتیاد مرتبط میدانیم معمولا تا عادت رانده و کنترل می شود برخی از مواد مانند مواد مخدر سیگارت الکل ممکن است که وابستگی فیزیکی ایجاد کنند اما این تمناهای جسمی عموما خیلی زود و با قطع مصرف آن ماده کمرنگ می شود برای مثال ایتیاد جسمی به نیکوتین تنها تا زمانی که آن مواد در داخل خون فرد سیگریتی وجود دارد ادامه پیدا میکنه یعنی حدود تنها 100 ساعت پس از کشیدن آخرین سگرت صد ساعت نکش دیگه تا گم میشه اینم صد ساعت غیرت کن سی شبانه روز بسیاری از نیاز چهار شبانه روز بسیاری از نیازهای دائمی که ما آنها را به عنوان درد خماری نیکوتین میشناسیم در واقع عادت های رفتاری هستند که در حال تحمیل خودشان میباشد ما به این دلیل یک ماده بعد از ترک بنگام به هنگام صبحانه خوردن هوس یک سیگرت را میکنیم که از نظر جسمی با نیاز داریم بلکه حواس ما به دلیل این است که سلزتی که پس از رسیدن نیکوتین به بدن داشتیم به خاطر آوریم مطالعات بالینی نشان داده است کاملا بر رفتارهایی که ما به عنوان اعتیاد میشناسیم با وسیله تغییر دادن عادت های که را در بر گرفته است یکی از کارآمدترین روش است یعنی میگه ترک عادت تغییر بده. با این وجود شایان ذکر است که برخی از مواد کیمیایی مانند برخی مواد افیونی ممکن است منجر به ایتیاد جسمی طولانی مدت نیست شود بعضی زیاد وقت تاثیراتش میمونه و برخی مطالعات تاکی از این است که گروه کمی از مردم فارغ از دخالت های رفتاری به طور مستعد برای رفتن به دنبال مواد مخدر است این یک دیگه هم است که بعضی زیاد تمایل به مواد مخدر و معتاد شدن هم داره. اما شاید نفر با یک نفر باید گلاس معتاد نشه اما شما بیشتر دیدین ویلسون با یک گلاس معتاد اما تعداد مواد شیمیایی که اعتیاد جسمی طولانی مدت را ایجاد میکنند نسبتا خیلی کم است و تعداد افراد معتاد مستعد به اعتیاد نیست بر مبنای تخمین های بسیار بسیار کمتر از تعداد کل افراد معتاد بر کل مواد مخدر و دنبال کوما گرفتن هستند میباشه خلاصتا فهمیدیم که در اینجا گپی که اعتیاد اوناموس که یک چیزی مصرف میکنیم میخوایم ترکش کنیم زور ما نمیرسه حواسش زیاد بدن ما میه در های روزمره ما تاثیرات منفی میمونه و اگه عادت ها تغییر بدیم تغییر چیزی کلکولی های گمنام در عوض درمان های رسمی تیبی را میدن عمله با عادت هایی است که در حول مصرف الکل وجود دارد انجمن الکلی گمنام در ذات خود یک ماشین از این برای تغییر چرخی عادت است با وجود این که عادت های مرتبط با اعتیاد به الکل بسیار افراطی هستند درس های کلکولی های گمنام می نشان میدهد که طور تقریبا هر عادتی حتی سر شان را هم می توان تغییر داد اینا عادت تغییر عادت ها کار بیل نلسون پیش از تاسیس انجمن الکلی های گمنام هیچ یک از مقالات علمی را مطالعه نکرد یا با دکتران زیادی مشورت نکرد چند سال پس از اینکه توانست ایتیادش را ترک کند او دوازده قدمش که بسیار مشهور است را به صورت و در طول تنها یک شب در حالی که روی رخت خوابش نشسته بود نوشت اما دوازده کاری کرده بود و رو نوشت که مینی کارا را, را کردم نجات پیدا کردم او عدد دوازده را به این دلیل انتخاب کرد که تعداد اما پیروای مسیح حضرت مسیح و ریونی البته مسیحی شده بود نیز دوازده تن بود و برخی از جنبه های این برنامه نیز نه تنها غیر علمی هستند بلکه تا کاملا نجیب هم است هیچ مطابق علم هم زیادش نیست خو مقصد جواب میده برای مثال تاکید انجمن الکلی گمنام رو این موضوع کلکول باید حتما در 90 جلسه تای 90 روز شرکت کنند این میگه که الکلی باید 90 روز بیه باز از زمانی که ظاهرا به طور اتفاقی انتخاب شده است یا تمرکز شدید این برامه یعنی 90 این روز اینا انتخاب کرد از نظر کدام تحقیق علمی نیست با تمرکز شدید این بر من روی مواد روحانی موارد روحانی آن طور که در قدم سیم اومد است میگوید الکلی ها میتونن احتیاطشان را ترک کنن اگر تصمیم بگیرن که اراده و زندگی خودشان را تسلیم خواست خدا با آن صورتی که میشناسیم می بکنن مرحله سیم از یا روحانی است خود به خدا بسپار میگه خدا را درست بشناس هفت قدم از دوازده قدم به خدا یا روحانیت اشاره برد هفت قدمش گپای روحانی است که برای برنامه‌ای که تاست فردی قبلا ندانم گرا بود اگونستیک بود که نمیفهم خدا است یعنی دیندار نبود بسیار عجیب است توسط کسی که قبلا در طول حیات ششکارا با مخالفت شدید با دین سازمان یافتن با دین مخالف بود ولی خودش پس بالاخره اون دیندار شد و و قدم دوازده قدمش هم کارهایی است که مربوط امور دینی و روحانی است برای ترکی اعتیاد ما و تو شکر و مسلمان هستیم بسیار قوی قوی روایات داریم که اگه بخوایم ازش استفاده کنیم و ترک کنیم جلسات الکلی های گمنام زمان بندی از پیش تعیین شده یا برنامه آموزشی معینی ندارند در عوض آنها معمولا جلساتشان را با یک عضوی که داستان زندگی خودش را تعریف میکنه آغاز میکنند یک نفر میخیز یک جلسه تو بخی بگو چی رقم موتا چی و سپس از وای افراد دیگر نیز میتوانند صحبت کنند هیچ متخصصی وجود ندارد که گفتگو را هدایت کند مثل گروه درمانی نیست و تنها چند قاعده برای که جلسات چه کار کردی باید داشته باشه وجود داره طی 5 دهه گذشته تقریبا هر پوزش سایکتری یا هر مطالعه که در مورد احتیاط انجام شده است با وسیله کشفیات جدید ما در حوزه علوم رفتاری داروشناسی و دانش ما از مغز دستخوش تول شده است اما با این وجود های گمنام گویا در زمان متوقف شده است و یک تغییر در اصول روشایشان نگدادن و نمو دوازده مرحله را عملی کرده میرن تا امروز امروز نتیجه داده به دلیل سختگیرانه نبودن برنامه آنها دانشگاهیان و پژوهشگران معمولا آنها را مورد انتقاد قرار داده برخیدا کردن کردند که تاکید الکلی گمنام برای روی روحانیت آن را بیشتر به یک فرقه تبدیل کرده است تا درمان اما طی 50 سال گذشته یک بازبینی در این خصوص آغاز شده است و بنون موقعان میگن که روش های بکار رفته در این برنامه درس های ارزشمندی را ارائه دانشگاه های آروارد یل شیکاگو نیو مکزیکو و ده ها مرکز پژوهشی دیگر نوی علم را در الکلی های گمنام یافتند اینا همین مراحل که مطالعه کرده دیدن علمی است مراحل هرچند اونا از روی عادت شروع کرده بودن نامه که شبیه به عمل کرده تونی دانجی در زمین راگبیسی میگه مثل زونمو دانجی امو مربی یافته های اینها مهر تایید بر قانون اطلاعی تغییر عادت است الکلی های گمنام به این دلیل موفق میشد که ها کمک میکنند که همان محرک ها استفاده کنند و به همان پاداش بگیرند اما روال را تغییر بدهند گران میگن به این دلیل روشل کلی گمنام و رو واقع میشه که برنامه آنها افراد را مجبور میکنند که محرک ها و پاداش های کادت های ایتیاد آنها به الکل را تحریک میکنند تشخیص دهند ازشان پرسان میکنند چی محرک ها سبب میشه تو بری الکل بخوری یکی میگه که در خانه غال مغال کنه میگه قرضدار شد یکی میگه مثلا خانم پیشونی ترشی کنه و چی پاداش بدست اینا رو. و سپس با آنها کمک میکنند که رفتارهای جدید را برای جاگزین کردن دریافت کنند وقتی که کلاد هاپکنز در حال فروش پپسودن بود او راهی را یافت که با تحریک یک تمنای جدید یاد دندان کریم دندانش فروشات نمی شد تعم را که زیاد کرد دان قرختی و سوزیش پیدا می کرد مردم افتو پاک شد کتیر خو عادت جدید است اما برای تغییر یک عادت قدیمی شما باید یک تمنای قدیمی را مورد استفاده قرار دهید شما باید همان محرک ها و پاداش های گذشته را افز کنید و با تزریق یک روال جدید آن تمنا را ارضا کنید در این روش چی میگن محرک افس کو پاداش افس کو تنها روال دوین تغییر برای مثال قدم چهارم از دوازده قدم الکوله گمران را در نظر بگیرید تهی یک ترازنامه بی و جستجوگرانه است خود و قدم پنجم اقرار کردن به چگونگی دقیق خطایمان به خدا و به خودمان و به یک فرد دیگر این دو قدم شست باز روی دوازده مرحله را ما براتون مکمل تشریح میکنم جی اسکات تونیگان محقق در دانشگاه نیو مکزیک گفت از شیوه های نگارشان قدم ها معلوم نمی‌شد، اما یک نفر برای اینکه بتواند همه این قدم ها را پسر سر بگذارد باید لیستی از تمام چیزهایی که احتیاجش را تحریک میکند تهیه نماید وقتی که در خودت یک ترازنامه شخصی برای خودت تهیه می‌کنی، تمام چیزهایی که باعث می الکل مصرف کنی را متوجه می شوند. و اعتراف کردن به تمام چیزهای بدی که تو را به احتیاط ساق می نزد فرد دیگر راهی بسیار خوبی است که لحظاتی که همه چیز از کنترل خارج شده بتوانی متوجه شرایط خودت باشی. در ادامه الکلی های گمنام از متادان بالکل با میخواد که به دنبال پاداشایی بگردند که از مصرف الکل دریافت می کنند برنامه آنها می پرسد چه تمنه های چرخی عادتتان را برکت می الکل محرک هم شناسایی می پاداش. پاداشا الکلی ها معمولا تمنه الکل دارند چون بانها آنها اس فرار آسایش مصاحبت فروکش کردن استراب و فرصتی برای تخلیات فی را قسم می چی پاداش میده. بعضی ها میگه مرا از غم این فرار میته بعضی ها میگه مرا آرام میکنن. بعضی ها میگه خوش صحبت میسازه بعضی میگه استراب مکم میکنه بعضی ها میگه آلات آتیفی مرا تخلیه میکنن اینی پاداش است که میگیرن اما آنها لزوما تمنای آلات مستی را ندارند زیادشان نمیم و میخوایم مست میخوایم این چیزا باش آثار جسمانی الکل معمولا یکی از کوچکترین بخش های پاداش نوشتن الکل برای متادان است آلف مولر عصبشناس آلمانی تبار که فعالیت های مغزی را در بین الکلی ها مطالعه نموده است گفت یک انصر سرخوشی در الکل وجود دارد اما علاوه بر آن مردم معمولا الکل را به این دلیل هم استفاده می که می چیزی را فراموش کنند یا تمانه های دیگری را ارضا نمایند و این تمانه های رهایی از چیزهای مختلف در مکانهای کاملا متفاوت از مغز نسبت به تمانه های مربوط به لذت جسمانی رخ می‌دهند. انجمن الکلی های گمنام برای این که امان پاداش در میخانه می گرفتن را به آنها ارائه کند سیستمی از جلسات و مسابقت ها را با راهنمایی که هر راجو با وای کار می کند برپا کرده است که می کشد تا حد ممکن اس پارت کردن حواس از تحریک های بازگشت اعتیاد و تسکرا مانند یک مستی شب جمعه به راهجور ارائه راه جور ای را. اینا چی میکنن سرمو پاداشا کار میکنن بدون ذکر الکل میگه تو الکل نگی ما امروزه قسم میکنیم تو رو خوش نگاه میکنیم غمای ایتفرا مش میکنیم حواس تا پارت میکنیم بیزار چرت نزنی هم کارهای کلکل میکنن میگم میکن. ما برد میکنیم خلاص اگر کسی نیاز برای داشته باشد میتوان با صحبت کردن با راهنمای خودشان یا شرکت در یک مجموعه گروهی یا به جای صاحب مصیبت با اگریفی کلکلی خودشون تخیل کنند نه به جای که از الکل کمک بیری این برنامه رو بشنو ذهنت راحت میشه تونیگان گفت که های گمنام شما را مجبور میکنه که به جای نوشیدن هر شب روال های جدید را بسازید شما میتونید خود را با آرامش برسانید و استراب اختار کنترل کنید با صحبت کردن محرک و پاداش یکسان است غم داریم الکل میخوایم بخورم خب میگه غم داری الکل میخوری چی میکنه آرام میکنه میگه خیره غم داشته باش ما آرامت میکنیم اما کت الکل نکت قصه کردن کتم دلی اینی روال تغییر میتیم تنها روال تغییر میکنه در نتیجه ای آدم ایتیادشا تغییر میکنه سعی روال کار میکنه میگه محرکت باش پاداشتان باش ما کتید کار نداریم ما سر اینجا کار داریم روال کار باید تغییر بکنه این بازم همین شکل بر ما نشان داده است سعی کنین اینه یه غمگین است غم یک محرک است که به چی که الکول مصرف کنه چی میشه خوش شد پاداش است. ال اینا چی میگه؟ میگه امی الکول میمونیم، میمانیم به جای الکول چی میکنیم؟ قد قصه کردن همینه سایه که همین تو جگرخون استی خوش شدی کت چی؟ کت قصه کردن آه ای میگم، ما همین کار داشتیم دیگه امی که خوش باشم من دیگه کدام مشکل کرد شما میگه ندارم یکی از قابل توجه ترین مواردی که نمایش داد که چطور محرک ها پاداش های افراد الکلی را می توان اوال های جدید انقال داد در سال 2000 رخ داد وقتی که مولر عصب سالمنی و همکارانش در دانشگاه ماگدبورگ دستگاه های الکتریک کوچکی را در داخل مغز 5 نفر متاد به الکل که بارها تلاش کرده بود نیتیشان ترک کنند کاشتند 5 تا دستگاه کمان هر یک از افراد متاد مورد مطالعه اقل شش را در مصاد ترک سپری کرده بودند اما موفق به ترک اعتیاد نشده بودند یکی از آنها بیش از 60 مرتبه فرایند سمزدایی را سپری کرده بود دستگاه هایی که درون سر این مرد کاشته شده بود در داخل عقده های قاعده آنان قرار داده بود اول کتاب یاد دانست دموش هم تجربه کردن دیدن عادت مربوط بزلگانگلیون یا عقده های میشد اما محل که مغز که پژوهشگران پانتون ام در آنجا با چرخی عادت یافته بودند و آن دستگاه های چارج الکتریکی را از خود ساته می که پاداش عصبی را که تمنای مربوط با داد رحمی میکنه منقطع می اینا چی کده بودن این دستگاه چارچ برقی که تمنا را از بین می برد عوض مواد از بین می و در آن اخلال ایجاد می پس از این کان مردها از عمل کاش دستگاه در مغزشان بهبود یافتند با مارکایی که زمان نیاز با مصرف الکل در آن تحریم میکرد مواجه شدن مثل دویدن مثل دیدن تصاویر مربوط برفتند به میخانه برای نوشیدن آنجا معمولا در مواجه با چنین مارکه برای آنها امکان ناپذیر بود که بتوانند در برابر نوشیدن الکل مقاوم اما دستگاه داخل مغزشان تمنای سبی هر کدام از آن مردان را زیر پا گذاشته بود آنها حتی قدر الکل هم ننوشیدند یک دزگاهک نصب کرده بود دنیای امروز دنیای نیرو هست بسیار کشفیات خواهد شد مغز بسیار پیچیده است این یک دستگاه نصب کردن سابق که اینا عکس الکل میدید دیگه هیچ امکان نداشت نخورن اما حال یک عکس الکل نشان میده تا واس الکل شوی این دستگاه رو سرکوب میکتی دیگه نخوردن مولر گفت یکی از آنها به من گفت و من از آن که دستگاه روشن شد دیگر آن تمنا و نیاز شدید به الکل به برطرف شد سپس ما دستگاه خاموش کردیم بلا فلا تمنا دزگار است وش میکنیم حواس الکل گم پایین گل میکنه پس شروع میشه الکل کجا که اما شکن کردن تمانای سبی متادان بالکل برای متفق کردن عادت به مصرف آن کافی نبود چهار نفر از آن پس از عمل جرای دوباره به ایتیاد خود بازگشتند که معمولا پس از یک پر پرسترس آغاز شده بود آنها یک بوتل مشروع با داشتن، چون معمولا این بود که به طور خودکار در موجود با عمل میکرد با وجودی که ای کار شده بود ولی اون کار اوتومات بدن مانده بود کمی جگر خون شده بودن رفته بودن الکل گرفته بود اما وقتی که آنها روال های جاگزین برای مقابله با استرس آموختن دیگر نوشیدن الکل میشه متوقف شد از دزگام که در روال چی متفاوت کار بود مثلا دیگه سابق استرس میگرفت الکل میگفت عالی برش یاد میتن نه استرس نگیری سیمینار رو استاد جمع شه گزی سیمینار رو میبینه الکل دیگه نمیخوره سر استرس رو گپ زدن متوجه شدن میزان موفقیتشان دیگه عظیم شد چون روال تغییر میکرد دو نفر از بیماران از سن 12 سالگی شروع به الکل کرده بودن و تا 18 سالگی دیگر معتاد به مصرف الکل بودن و هر روز الکل مصرف میکردن ولی اون 4 سال بود که پاک بودن و دیگر الکل مصرف نکرده بودن چون روال در دا تغییر داد دقت کنید که این مطالعه چقدر با قانون طلایی تغییر عادت مطابقت دارد وقتی که با وسیله جراحی حتی مغز الکلی‌ها هم تغییر بدن این عمل برای کافی نخواهد بود به خاطری و اوتومات گانگلیون کار انجام میده ولی اگر روال تغییر دادی از این دزگاه مغزم که تاثیر میکنه معرک ها و تمان های برای پاداش قدیمی هنوز هم برجا و انتظار فرصت برای یورش تنها زمان متادان بلکل برای همیش تغییر میکردن که روال های جدید را میآمختند که عوامل تحریک قدیمی را به خود جلب کرده و استرهایی و آرامش را بایدشان بتن این این حل بود که امروز شما اگر یک متاد میخواین مشکلش حل کنین یادش بتین که به جای که بر آرامش خود به الکل پناه بره دیگه کارا مثلا این ما میگیم بر خواب تینی دوا بر دلتنگی تینی بر جاندردی تی بر دیگه الکل مصرف نکن و برش میگیم اینی کارا رو الکلی های گمنام نیست سیستم مشابه را هرچند نه به این اندازه تاجی مثل عمل جرایی مغز با وارد کردن روالای جدید به چرخی عادت قدیمی دارد از زمانی که دانشمندان این که انجمن الکلی گمنام چطور به نتیجه میرسد را درک کردن شروع به استفاده از روش های برنامه آنها برای عادت های دیگر کردن مانند کچخلقی، خلقی بچه های دو ساله ایتیاد به رابطه جنسی و حتی تا تیک های رفتاری امروزه دینی گپام از پیشش استفاده میشه در تابستان سال 2006 یک دانشجوی کارشناسی ارشد یعنی ماستر یا دکترا 24 ساله خانم به نام مندی وارد مرکز مشاوری دانشگاه ملی می سی سی پی شد در بیشتر طول زندگی مندی ناخونهایش را می جاید و اینقدر به دندان گرفتن آنهای دامه میداد تا خون می شد. این یاد داشت بسیاری از مردم ناخونهایشان را جان اما در مورد جوندگان بالینی ناخون این مشکل در عباد دیگر نمایان است مندی خیلی وقتها ناخن هایش ران قدر می جوید تا زیر پوستش بیرون کشیده می شدن. سر انگشتانش پر بود از خون انگشتانش بدون ناخن هایی که از آنها محافظت میکنه ناخن هیچ نبود که از انگشتا محافظت کنه اینجا زخمی میشه. شد نازک است تغییر حالت داده بود و گاهی بیخی رنگ قو... تغییر کرده و گاهی سخارش یا سوزش پیدا میکرد کلامت آسیب میکروبیم یعنی. این عادت جویدن ناخون زندگی اجتماعی او را خراب کرده بود او به قدری از حضور در جمع دوستانش خجالت میکشت که همیشه داستانش را داخل جیبش نگاه می داشت و در قرارهای آشنی یا عاشقانه نیز امواره ذهنش درگیر جمع کردن سر داخل مشتش یا مخفی کردن آنها به طرف مقابل میشد که یعنی این را کم نبیاد او با زدن رنگ ناخون نو بسیار بدمزه به ناخونهایش سعی کرده بود که این عادت را متوقف کند یا با خودش قول میداد که از این آلا قدرت ارادش را جمع خواهد کرد تا این کار را ترک کند اما به این که شروع به انجام تکالیفش یا تماشای تلویزیون میکرد یا کارخانگی میرسی یا تلویزیون سعی میکرد انگشتش ناخدا سر از دهانش در می آورد فکرش که نمی میده انگشتش در دانش رسیده اتومات میان اتوم راجین مرکز مشاوره مندی را به یک محسل دکترای رشته روانشناسی معرفی کرد که برای شیوه درمانی موسم به آموزش برگشت عادت است مطالعه میکرد آم کار از او بود پیش از او روانش کرد آن روانشناس با خوبی با قانون طلایی تغییر عادت آشنا بود او میدانست که تغییر عادت ناخن جویدن مندی نیازمند وارد کردن یک روال جدید به زندگی او است او از مندی پرسید درست پیش از این که برای جویدن ناخن‌های دستت را به دهان بر چی احساسی داری که روال که چوری کارا میکنه من دی گفت کمی حس تنش در انگشتان هم اسم میکنم اینجا نارامی احساس میکنم در این قسمت نزدیک به گوشه ناخون ها کمی احساس درد میکنم گاهی با انگشت شستم روی آنها میکشم تا ریشه ناخون را کنم و وقتی چیزی در دان جایز کنم دستم را به دهانم میبرم و شروع به جویدنش میکنم من انگشتانم را یک پس دیگری به دهان میبرم و همه گوشه ها و برجستگی ها را گاز می دندان میگیرم وقتی ای این کار را با یک انگشت شروع کنم اسم میکنم که مجبورم تمام انگشتان را به همین شیوه بجواب پرسیدن از, پرسیدن از, بیماران را برای این که توضیح دهند که چه عاملی باعث تحریک عادت رفتار آنها می شد، آموزش آگاهی می نامند این امیر آموزش چی می آگاهی از خودش پرسان چرا تو می آگاه می شد با کار خود و درست, درست مانند اصرار الکولی های گمنام به اجبار کردن الکل برای شناختن هایشان است این اولین قدم در آموزش برگشت عادت است تنشی که مندی در ناخونایش احساس میکرد عامل محرک ناخون جویدن بود بر دو فرین کسی که مندی را مدوا میکرد گفت بیشتر عادت های افراد به اندازه طولانی و مکرر رخ دادن که آنها دیگر توجیه به این چه عامل بایسان رفتار می شود نمی کند من افراد مبتلا به لکنت زبان را داشتم که نزد من می آمدن وقتی از آنها می پرسیدم چه کلمات یا شرایط باعث تحریک لکنت زبانشان می شن آنها نمی و این دلیل که از مدت ها پیش دیگر بان توجه نکرده بودند اما یک وقتی واقع شده بود دیگه اینا اتومات کار انجام تیچلتش به یادشان سپس درمانگر از مندی خواست که تشریح کند چرا انگشتانش را میجاود در ابتدا او برای یافتن دلایل با مشکل موجود ولی همان طور که به صحبت کردن ادامه داد واضح تر شد که وقتی حوصله اش سر میرفت انگشتش می میجاود کم حوصله که میشد خیر چی کنیم کم حوصله گیر جور کو نخون جویدن خوب میشه درمانگر او را در یک موقعیت معمولی قرار میداد مثل تماشای تلویزیون یا انجام دادن کار خانگیش اش رو به جویدن میکرد مندی گفت وقتی که جویدن هم انگشتانم به پایین میرسه احساس خلاص شدن مختصری یعنی مثل تمام شدن خواهد داشت پاداش این عادت بود پاداش چی بود میفقد کمی راحت احساس میکرد یک تحریک جسمی که او مخته بود که تمانای آن را داشته باشد در انتهای جلسه درمانگر مندی را به خانه فرستاد و کار خانگی بر رو تعیین کرد امواره یک کارت فهرست رو امروی خود داشته برش یک کار خانگی داد که اینی کارت رو داشته باش هر بار محرک اس تنش در نوک انگشتان ریس کردی یک تیک روی کارت بزن دم کارت یک خط بزن او یک هفته بعد با 28 تیک روی کارتش آمد. گفت هر وقتی نمی احساس می یک تک مارک بزن. در یک هفته دید 28 بار می عوض آمده بودم او در آن زمان دیگر کاملا در مورد سیک پیش از عادتش رخ میداد خودش آگاه شده بود که تو میشه ما عادت را شروع میکنم او میدانست که چند مرتبه سر صنف درس یا انگام تماشای تلویزیون این تنش رخ داده است سپس درمانگر به مندی آن چیزی را آموخت که آن را به عنوان واکنش جاوزین یاد می شود او به مندی گفت هر زمان که احساس تنش در نوک انگشت داشتی باید بلافاصله دستانت را داخل جیبت یا زیر پاهایت قرار بیتی و یا یک قلم یا چیز دیگری را در دست بگیری گفت دیگه به جایز کی کار کنی دستایت یا در جیبت بر یا قلم بگی دست زیر پایت کن تا امکان پذیر نباشد که انگشتانت وارد دهانت کنی سپس مندی باید به دنبال چیزی میگشت که یک تحریک سریع فیزیکی را به امروز داشته باشد مانند مالدن بازوهایش یا اینکه با انگشتانش به صورت روی میز رتم بزند هر چیزی که یک بازخورد فیزیکی تولید کند محرک ها و پاداش ها بودین تغییر باقی میمونند تنها روال تغییر میکنند سر از دو کار نمیکنیم روال تغییر میتیم آنها این تکلیف را برای مدت سی دقیقه در دفتر درمانگر تمرین کردند و سپس مندی با تکلیف جدید به منزل فرستاده شدن یک کار نو تکلیف کارت فهرست را ادامه بده و هر موقعی که احساس تنش در نوک انگشتانت کردی یک تک مارک بزن ولی اگر نتونستی برادتت غلبه کنی و ناخنایت را بجوی به جایان یک علامت اکس بزن اگر تانستی پیش روی تا بگیری تکمار که اگر نتونستی اکس یک هفته بعد مندی تنها سه مرتبه انگشتانش را جویده بود چرا دقت زیاد شده ای و روال تغییر کرد و هفت مرتبه هم واکنش جاگزین انجام داده بود او با انجام یک مانیکور به خودش پاداش داده بود اما کماکان کارت فهرست همراه خودت داشت پس از گذشت یک ماه دیگر خبری از عادت جویدن ناخون نبود روال جاگزین خودکار شده بود یک عادت جاگزین عادت دیگر شده بود تک مارک میزد یک نشته میکرد یک ناتان آزرین یک از توسیدگانان روش آموزش برگشت دادد به من گفت ظاهرا امر کاملا ساده است اما همین که تو آگاه هستی که چطور عادتت کار میکند وقتی که متوجه محرک و پاداش هستی یعنی تانیمی را تغییر عادت را تایی کرده که تو از امروز یک عادت بد داری نی مثلا پان زیر لبتان میمار چرا؟ پیش خود لست کوالا که تو مقصد مقال کنه این کار میکنم خستک میشم این میکنم می جگرخون میشم محرکارشو نسایی کن باز چی پاداش میتوه؟ الان احساس آرامش میکنم خیر دیگه به جای از اینکه پان در یک رای دیگه آرامش پیدا کو خود به خود پان جای خود اعلام امروز روش برگشت عادت برای درمان تیک های گفتاری یا فیزیکی افسردگی اینا را خوشبختانه ای امروزی که نام میگیرم در کتاب دیسم 5 تی تشریح کرده را گوش کنید سیگارت کشیدن اعتیاد به قمار کل از یاد اونجا بس شده استراب ترک کردن رخت خواب کودک ها که خود به انداختن کارها اختلال وسواس اجبار و دیگر مشکلات رفتاری به کار این در کل از اینها روز از استفاده میشه و تکنیک های به کار رفته در آن معمولا تنها بر مبنای اصول عادت ها ریشه دارن اغلب اغلب اوقات ما واقعا متوجه تمانهایی که مسبب رفتار ما هستند نمیشه مگر اینکه با قصد به دنبال آن بگردیم مندی هرگز متوجه نشده بود که یک تمنا برای تحریک فیزیکی بوده است که باعث عادت جدیدن ناخوشایند میشد اما زمانی که عادتش را کالبد چگافی کرد جاگزین کردن روال جدید امان پاداش آرامش در پیدا شد به نان او ایلا داد فرض کنید که شما میخواید مصرف امی چیزایی که کم کم هر وقت خورده میری در محل کار رو توقف بیتی آیا پاداش که به دنبال است ارزا کردن است گروس است با این که وقتی افصولیتان از کار سر میرید این کار را میکنید اگر شما برای یک استراحت کتامدت مدت به دنبال از کم کم خوردن در جریان روز براتی میتونید یک روال دیگر را رو بیاید مثل کمی قدم زدن یا اجازه دادن به خودتان برای اینکه سه کار کنین یا وقفی که شما بدن دنبالش هستین سعی کنین دیگه میگه همین که تو وقتی خسته میشی پرخوری میکنی دیگه به جای پرخوری بره و یک قدم بزن برو نت بی بی, بی برو یک برنامه تلویزی یک چیزی رو جاگزینش که تو رو به مو آرامش برسانه خود به خود عادت چی میکنی؟ تغییر می اگر شما میخواهید که سیگارت کشیدن را ترک کنید از خودتان بپرسید آیا شما به خاطر اینکه عاشق نیکوتین هستید سگرت میکشید یا به خاطر اینکه سگرت کشیدن برای شما پاداشی دارد لذت بخش است یا روزتان را رو سازماندهی میکنند با تعین خودت یعنی با خود امی حسابت روشن که تو چرا سگریت میکشی سگرت چی کار میکنه حالا دکتر صاحب مرا آرام می سازم مرا کمی فکر من دقت من زیاد میکنه اینال بیا مو چیزا رو را از روی دوا انجام میدیم که تو نجات پیدا کنی اگر سیگارت کشیدن شما به دلیل نیاز به در آن پاداش هاست باید گفت که تقات نشان دادن که مصرف مقدار کافئین در بعد از ظهر میتواند چانس ترک کردن شما را افزایش دهد چندین و چند مطالعه رو روی افراد سابقه سیگارت مشخص شد که شناسایی محرک و پاداشان ها را با سیگارت کشیدن گریز زده بود سپس انتخاب روال جدید اما نتایج را در بر مانند جویدن یک دانه ساجق مثلا یا انجام چند درکت ورزشی مثلا این کارا را میتونید شما به جایش انجام بدید سعی کنین اینجا شما جگر خون هستین سیگارت میکشین خوش میشین حال جگر خون هستین قهوه میخورین خوش میشین خیر بیا به جای سیگارت قهوه یا یک چای یا یک چیزی را تغییر میدین اگر محرک ها و پاداش ها را مشخص کنید می توانید روال را تغییر دهید حداقل در بیشتر موارد اما برخی از عادت ها یک عنصر دیگر لازم دارد که اون باور کردن است که حتما با سرش گپ می زنه در قسمت پی باز در این قسمت ها هم صحبت می کنیم تا اینجا خلاصه بحثی را فهمیدیم که محرکه شناسایی که در عادتی که داری پاداشی که از امو عادت تو بدست میری باز این حال این دو تا را سر جاش با نینم روال تغییر بده اینم آرامشی را کت سیگریت یا پان بدست میوردی بیا که کت دوا کت یک ورزش کت یک برنامه دیدن کت یک درس کت شوندن یک کتاب کت یک چیز دیگه تعویض کرده بر خود به خود عادت درخت بسته میکنه میره بسیار زیاد دوستتان دارم دوستای نازنین دو لطفا یک پخونه گوین کولای یک ذره بساز گپ که ما خسته میشیم این برنامه بر که خسته میشن نیست ما آدمای اوسلما من کار دارم مثل خودمون صدای ما میبینین نشسته از صبح گپ میزنیم در روز ده برنامه 20 برنامه ثبت میکنیم ولی هنوز مقاوم استاد شدیم شبام کم خوا می باشم فاس کار ما اینه خواند همین از صبح تا بالی بر شما درس هم میکنیم. باز مریضا می تا دای شب مصروف میشیم اینا ولی آدمای مقاوم کار از برای از وطن آدمای نازدانه کار نیست یک جان سپاس تا برنامه بدی خداحافظ میاد Thank